سلام و عرض ادب و درود خدمت شما، وقتتون انشالله که به خیر باشه و با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما. خب بچه ها، رسیدیم به در واقع یکی از مهمترین ویدیوهایی که مرتبط با روز شنبه هستش و میخوام شما را از خبرها و موارد جدیدی که اتفاق افتاده و یه سری صحبتهایی که شده آگاه کنم. اول از همه باید خدمتون عرض کنم که پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش، بالاخره یک مصاحبه ای رو در واقع داشتن ایشون و گفتن که مسئولیت برگزاری امتحانات نهایی در سال 404 به طور کامل بر عهده سازمان ملی سنجش است. توجه کنید، به طور کامل، به نفعتون. حالا بذارید براتون میگم. البته برای طراحی روش های اجرا با وزارت آموزش و پرورش تعامل خواهیم داشت. ممکن است در رشته هایی که رقابت میان داوطلبان زیاد است، مدل طراحی سوالات متفاوت با رشته هایی باشد که رقابت در اونها سنگین نیست. این به نفع مجدد. خب یه جورایی بچه ها توی مشکلاتی که آموزش و پرورش سال گذشته داشت در واقع نشون دادن سوابق تحصیلی، برقراری و برگزاری امتحانات، بسیار بسیار وضعیت متفاوتی رو برای داوطلب‌ها رقم زده بود، به طوری که خیلی ها اصلا نمیتونستن حتی نمرات خودشون رو ببینن، سوابقشون رو ببینن. کسی که 2 سال از تحصیلش گذشته بود کلا نمیتونست نمراتش رو ببینه، یعنی باید حضوری پیگیری میکرد و کلی فرایند سخت بود. الان که افتاده دست سنجش، شما همون پنل کاربری سنجشتون برای همه موارد کارایی داره، برای انتخاب رشتهتون، برای ثبت نام کنکورتون، برای ویرایش اطلاعاتتون، برای دیگه از این به بعد امتحانات نهایی، ترمیم، ایجاد سابقه، همش تو پنل سنجشتون. عالیه، عالی. و این باعث میشه دیگه شما نرید 1000 تا سایت رو مجدد در واقع بگردید، از این سایت به اون سایت، از اون سایت به این سایت، و این که همش دست سنجش خوبه. اما خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما می ترسیم سوالات سخت‌تر بشه. ببینید بچه‌ها، اصلا قانون اینه که سوالات از خط به خط کتاب درسی بیاد، نه بیشتر نه کمتر، چه دست سنجش باشه چه دست آموزش پرورش باشه. اتفاقا نظر شخصی من اینه که اگر دست سنجش بیفته، سوالات استانداردتر میشه، یعنی شما با سوالات استانداردی طرف هستید، نه مفهومی باشه، قابل پاسخ دادن نباشه، چون کنکور نیست و امتحان نهاییه و امتحان نهایی هم قانونش اینه که بر اساس کتاب درسی سوال طرح میشه، یعنی خط به خط کتاب درسی. اصلا نیازی به برای عمومی ها مخصوصا کتاب کمک آموزشی نیست، ولی برای اختصاصی ها طبیعتا باشه بهتر. و اینکه در واقع ممکنه که حالا باید ببینیم به صورت عملی چه اتفاقی میفته و امتحانات نهایی چطور خواهد بود. اگر شما به کتاب درسی مسلط بشید، به راحتی از پسش برمیاید. در کل به نظرم به نفع داوطلبه. این که در واقع سنجش گفته بوده که ممکنه مدل طراحی سوالات هم فرق بکنه، این میتونه بازم به نفع داوطلب باشه، چون به قول معروف چند مدل سوال طراحی میشه و سوالات معمولا در سطح هم هستن، نه اینکه مثلا برای تجربی خیلی سخت باشه، برای زبان راحت باشه، نه، در سطح هم هستن و همشون به صورت استاندارد برای شما طراحی میشه، نه سخت نه ساده است، همون سوالی که باید باشه هست به طور متوسط. پس نگران این موضوع شما نباشه. نکته بعدی، من دوباره امروز صبح زنگ زدم به چندین جا برای ترمیم معدل، حرفشون این بود که به احتمال بالای 90% فرصت ترمیم رو میدن، همینو گفتن تمام. وقتی میگیم 90%، 10% هم احتمال عدمش هست، ولی ما اونو در نظر نمیگیریم، به احتمال زیاد فرصت مجدد داده میشه. دیگه اینقدر زنگ زدم، واقعا دیگه این بار زنگ میزنم خجالت میکشم، خدا شاهده. نکته بعدی اینه که خیلی از بچه ها راجع به لغو محرومیت روزانه سوال پرسیده بودن، که خدمتتون عرض کنم مجدد یه سری صحبت ها رو داشتم امروز، به جز ترمیم با سنجش هم در واقع یه سری صحبت هایی رو داشتیم با واسطه البته، که گفتن به احتمال زیاد توی دفترچه نوبت اول کنکور مشخص میشه و احتمالش وجود داره که در واقع محرومیت روزانه لغو بشه. احتمالش هست، نگفتن احتمالش خیلی بالاست یا 100%، گفتن احتمال لغو محرومیت روزانه کاملا وجود داره.
نکته بعدی هم اینه که منابع فرهنگیان بچه هنوز مشخص نشده، همچنان همون سال قبل منابعش موجوده ولی توی دفترچه نوبت اول کنکور مشخص میشه. این که تا الان تعلل کردن به احتمال 90% یکی دو تا از منابع فرهنگیان کامل عوض میشه که خب باید منتظر بمونیم. برای فرهنگیان هم بچه ها پرسیده بودن آقا سن میره 30 یا میاد 22 24 میمونه بچه ها. از نظر من سن 24 سال میمونه چون توی بخشنامه شورای عالی انقلاب اصلا این تصویب شده که 24 سال ثابت، مگر اینکه بخواد افزایش پیدا کنه که در واقع فعلا برای کنکور 404 همون 24 ساله، مگر اینکه توی دفترچه تغییراتی رو شاهد باشیم یعنی بره بالاتر که بعید میدونم، همون 24 میمونه. نکته بعدی اینه که خیلی از بچه‌ها مجدد سوال کرده بودن راجع به تاثیر قطعی در واقع سال 11 و 12 چطوریه، چه اتفاقی میفته. شورای عالی انقلاب گفته بود آقا کنکور 404 بدون تغییره، ولی همچنان الان همه مشاورها نظرشون روی اینه که تا دفترچه نوبت اول کنکور که تا یکی دو هفته آینده منتشر میشه باید منتظر بمونیم که همچنان یه مقدار احتمال تغییر برای سال 11 وجود داره که واقعا به صورت واقع بینانه ما باید ببینیم که آیا تغییر میکنه سال 11 یا نه، چون هنوز صحبت راجبه زیاده و به قول معروف خیلی ها میگن که ممکنه تغییر کنه، خیلی ها میگن نه تغییر نمیکنه، که باید برای این مورد هم منتظر بمونیم و به صورت قطعی دیگه اگه بخوایم بدونیم آقا کنکور 404 ترمیم فلان بهمان تمام این خبرهایی که براتون توی این ویدیو گفتم در نهایت تا آخر آبان ما باید مشخص بشه دیگه، به شدت ویدیوها رو دنبال کنید چون ممکنه زمانی باشه فرصتی باشه وقتی شما ویدیوهای جدیدتر رو دنبال نکنید یهو از دست بدید. مثلا ما میایم راجع به قانون محرومیت ویدیو میذاریم، بچه ها اونو میبینن دیگه ویدیوهای جدید رو دنبال نمیکنن، در حالی که ویدیو بعدیش ما میایم میگیم آقا سنجش تایید نکرده حواستون باشه. پس هر روز سعی کنید ان شاءالله ویدیوها رو دنبال کنید. و اینم بچه ها بهتون بگم که من خیلی خیلی مطمئن باشید بیشتر از شما وضعیت شما رو الان درک میکنم، استرس شما رو درک میکنم و نگرانی شما از بابت ترمیم سوابق و تمام ابهاماتی که براتون ایجاد شده رو کامل درک میکنم و به خاطر همونه که خدا شاهده بیشتر از هر کس دیگه پیگیر این مورد هستم، چون خوشحالی شما و موفقیت شما انگار موفقیت خودم و خوشحالی خودم و باعث میشه که خب طبیعتا وقتی شما بهتر باشید حالتون خوب بشه، حال ما هم خوب میشه. به خاطر همونه که خیلی زیاد به جای اینکه ماهی یک بار دو ماه یک بار اصلا پیگیر بعضی موارد باشیم واقعا دیگه هر روزه هستش و خیلی خوب هم الحمدلله پیگیری ها داره جواب میده. انشالله که همه موارد درست بشه و مطمئن باشید که در کنارتون هستم با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما. این رو گفتم آیا آنتراک بگیرم و دیگه بریم قسمت بعد و ممنون میشم ویدیو رو لایک و چنل رو ساب کنید. انشالله که موفق و معید باشید. یا